کمیسیون مستقل انتخابات چرا تقویم انتخابات پارلمانی کشور را اعلام نمی کند؟ در حالی که حکومت افغانستان همواره از برگزاری انتخابات در سال 1396 اطمینان داده، اما ظاهرا آمادگی های اساسی برای برگزاری این انتخابات صورت نگرفته است. نداشتن بودجه، نبود امنیت و مشکلات فنی از عمدترین مشکلات فراراه برگزاری انتخابات گفته شده است. از سوی هم رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمیسیون انتخابات طرح خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور دو ماه پیش به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است، اما حکومت تا هنوز تصمیم نهایی خود را در این مورد نگرفته است. آیا واقعا حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی کشور اراده دارد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع میپردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من محمد فرهاد صدیقی، عضو مجلس نمایندگان، و آقای یوسف رشید، رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای رشید، چرا کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز تقویم برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را اعلام نکرده؟ تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما صدیقی صاحب و همچنان بینندگان محترم تلویزیون. دقیقا تشویش و نگرانی تمام مردم افغانستانی است که چرا بحث انتخابات از حد صحبت و کلام چرا به طرف عمل شدن و اجرا شدن نمیره. تماسایی که ما با کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، خب کمیسیون به این باور است که اگر ما یک جانبه تقویم انتخاباتی را بکنیم و حکومت آماده نباشه که ما را از لحاظ بودجوی حمایت بکنه یا از لحاظ امنیتی ما مشکلات دغدغه‌ای خود داشته باشیم و یا از لحاظ سایر تسهیلات مثل آمار و ارقام نفوس و گپای دیگه که از طرف گروه محل و احصای نفوس برشان آماده میشه، بنان شاید کار صورت بگیره که در نیمه را هم صدمه‌اش برای حکومت برسه هم برای کمیسیون مستقل انتخابات. اونها گفتن که ما تا حال کوشش کردیم که با حکومت این موضوع هم نوا بسازیم، همگام بسازیم و حکومت تشویق بکنیم برای حمایت و بالاخره فراهم آوری بودجه. اما فکر میکنم که کمیسیون هم به فقان رسیدن و شاید تا یک هفته دو هفته دیگه هم منتظر باشن. اگر نشود شاید تصمیم خود در مورد اعلان بکنن. چرا حکومت به یک نحوه میخواد سهل‌انگاری بکنه؟ حالا رئیس دبیرخانه میگه که دو ماه پیش طرح را به ارگ پیشنهاد کرده، تا هنوز تایید نکرده ریاست جمهوری. اصلا فکر میکنم که خود انتخابات در آجندای عملی حکومت وحدت ملی قرار نداره. یعنی نمیخواهند که انتخابات برگزار شوه؟ در حد سخنگویا و در حد صحبت و کلام اینها میخواهند، ولی در عمل نمیخواهند. به خاطر از اینکه اگر ما بحث اراده را بگویم، اراده به زبان و به سخن تمثیل نمیشه. اراده چیزی است که بالاخره اگر شما به زبان میگین قوت اجرایش باید تبارز بتن، برین به عمل تبدیل بکنن، باش برنامه داشته باشین، راهکار داشته باشین، پاسخگو باشین، تعقیب بکنن. دیگه فکر میکنم که چنین خط مشی در رأس حکومت وحدت ملی وجود نداره و صرف اینه که برای مردم افغانستان پیام داده بشن میگن که ما انتخابات برگزار میکنیم. به همین گونه پارلمان به شکل غیر قانونی ادامه پیدا خواهد کرد، چقدر مشکل زا بوده میتونه؟ شما حال تشویش پارلمان نکنین، تشویش انتخابات رئیس جمهوری آینده را بکنین. چرا که ما یک سال قبل همی هشدار داده بودیم برای مردم که اگر حکومت این انتخابات به وقت زمانش برگزار نکنه، یعنی در خزان امسال، شما بالاخره نزدیک میشین به انتخابات رئیس جمهوری و در اونجا وقت که شما به او فاصله نزدیک میشین، طبیعتاً که در تقویم مجدد یا جداگانه را برای انتخابات رئیس جمهوری داشته باشین. حال اگر انتخابات پارلمانی در یک سناریو یک جای میشه با انتخابات رئیس جمهوری یک گزینه است، و اگر شما انتخابات رئیس جمهوری را در سال آینده برگزار، انتخابات پارلمانی را در سال آینده برگزار میکنین و در عین حال آمادگی را برای انتخابات رئیس جمهوری سال بعدی می داشته باشین، این هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اداری و مدیریتی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی بسیار گرانبار تمام میشه. فعلا ما با تاسف باید بگم که هیچ نوع راهکار، هیچ نوع دیده و بالاخره صلاحیت نه برای نهادها، نه برای برنامه دیده میشه که ما بگیم خوشبین باشه که حداقل بگیم که انتخابات اگر امسال برگزار نمیشه، سال آینده در بهار سال آینده باید برگزار شود. حالا پارلمان کشور به شکل غیر قانونی به کارشان ادامه میده. آقای رشید میگن که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شاید به انتخابات ریاست جمهوری یک جای شود که اون وقت ممکن نخواهد بود که حکومت هر دو انتخابات را همزمان برگزار بکنه. به نظر من حکومت بارها از طریق رسانه ها و سخنگویشان
زعیم حکومت وحدت ملی البته دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی اینا بارها گفتن که ما انتخابات دایر میکنیم و انتخابات تقویم انتخابات اعلام میشه. متاسفانه ما فکر میکنم که انتخابات وابسته به در قدم اول بر امنیتی کشور است، در قدم دوم وابسته بر بودجه انتخابات است. بودجه انتخابات کنم بودجه کمی نیست که ایره دولت تمویل بکنه یا حکومت افغانستان. من فکر میکنم که ناامنی در کشور روز به روز افزایش پیدا میکرده و نمیتونن اینا که تثبیت بسازن نقاط مراکز رایدهی را و یا بتانیم ما حداقل بفهمیم که در این مناطق چقدر نفوذ است، چقدر هجرت کرده، چقدر باقی مونده. این گپا کاملا از نظر ما از دست انتخابات رفته و نمیتونن گرفته. یک بخش قضیه ای است و بخش دومش این است که همیشه کسانی که افغانستان را تمویل میکنن بخصوص انتخابات کمک میکنن اونا میرن میبینن سروه میکنن این پول خود ناقدتون نمیتن که بی خبر پول خود بر انتخابات میدن. مردم افغانستان هنوز هم بر انتخابات بی باور است. انتخابات مردم میگه که انتخابات ساختگی است و کمیشنرایی که در کمیسیون انتخابات آمده، کسانی که در کمیسیون انتخابات هستند، اینا کسانی هستند که جناب رشید صاحب اجازه شاید یا آگاهی داشته باشند، اصلا اینا درست به انتخابات هم نمیفهمند. انتخابات یک چیز یک کسایی رکار داره که آدم های مسلکی باشه، حداقل بتوانند. اینا هم تحت تاثیر هرگ هستند، هم بر انتخابات تجربه ندارند و بر انتخابات نمیتونن که انتخابات دایر کنن، جرأتی ندارن که تقویم انتخابات اعلام بکنن. مربوط میشه بازم به هر ریاست جمهوری. پیشنهاد من این است برای حکومت وحدت ملی که باید بر مردم سطح آگاهی مردم بالا ببره تا مردم باورمند شوند برای کمیسیون انتخابات، که کمیسیون انتخابات واقعا یک کمیسیون مستقل است، کمیسیونی است که ما انتخابات دایر میکنیم. یک بخش قضیه است و بخش دومی قضیه حکومت باید سر صلح و تامین امنیت فکر کنه. زمانی که در اون زمانی که با 100 هزار قوای خارجی در افغانستان بود، نیروهای ما بیشتر بود و مردم با حکومت یک جا بود، تا زمانی که حکومت صلح را بر مردم نیاره و در قدم اول صلح، بعد از او باورمندی مردم بر انتخابات. در غیر از او اینمی حکومت می باشه و اینمی ریاست جمهوری و اینمی پارلمان همه غیر قانونی از آب از سرچشمه خط می شه تا پایین کل غیر قانونی کار می کنه. تشکر. آقای رشید، اگر تقویم انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نکنه تا چند دیگه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی به یک نحو نزدیک به یک دیگه میشه و شاید هم یک تحلیلی است که ارگ میخواهد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را یک جای برگزار بکنه. در اون صورت کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تجربیات گذشته خواهد توانست انتخابات را به شکل درستش مدیریت بکنه؟ در مدیریت کلان شما اول باید بحران را به بررسی بگیرید. بحران ها باید شناسایی شود و برای مدیریت بحران شما باید برنامه داشته باشین. اولین قدمه برای موفقیت است که شما بحران های کلان را تقسیم بکنید. برای کوچکسازی باید از اون تلاش بکنیم تا مدیریت شود. هر گاه ما با ظرفیت کم و محدود بریم به طرف مدیریت یک بحران کلان، طبیعتاً که این از توان هم حکومت وحدت ملی بسیار بالاست و هم از توان کمیسیون مستقل انتخابات. بنان ما قبلا هم توصیه کرده بودیم و حالا هم پیشنهاد میکنیم که چنین خیال را با چنین برنامه را باید رهبران و کمیسیون مستقل انتخابات در سر نپرورانن که فردا روز اینها خود عمدن به یک چالش مواجه بسازن که در اونجا باز هم بحران کلان هم کشور هم اقتصاد مردم هم زندگی مسلمات مردم هم این وضعیت خامه که در کشور حاکم است همشه به چالش بکشانند. از لحاظ عملی کمیسیون مستقل انتخابات واقعا در حد نیست که باز برن به یک گراف کلان از کاندیداها اونها چانه‌زنی بکنن و مدیریت بکنن. شما اگر انتخابات شایبتی رو بگیرین ریکارد گذشتن شما میده که تا حدود 35 ما کاندید داشتیم در انتخابات شورای ولایتی. در این حدود در بین 3000 یا کمتر شما کاندیدای ولسی جگر داشتیم. اگر ما 100 تا کاندید از ریاست جمهوری رو بگیریم و در این حال شورای ولسوالی که ما در حدود 370 ولسوالی داریم، اگر در هر ولسوالی حد اوسط 50 کاندید ما شما تخمین بکنیم، بنابراین اگر شما جمع و ضرب بکنیم گرافش میرسه در حدود 20000.
و کمیسیون انتخاباتی توانایی را نداره که برگزار بکنه با این تعداد مردم انتخابات را. اینال 20,000 کاندید رقم پایین نیست. در یک کشوری که بحران اعتماد بیداد میکنه، نه با کمیسیون، نه با حکومت، کسی باورمند است، نه با سیستم، و هر کس از نتیجه ناراض میباشه. فقط کسایی که برنده میشن و راضی هستن و دیگران ناراض. اینال از ده زمانی فکر بکنین که اگر هر کاندید یک شکایت بکنه، شما 20,000 کاندید دارین، 20,000 شکایت، اینال کمیسیون شکایت انتخاباتی او را چه وقت بررسی بکنه، برش پاسخ بده، او را حل فصل بکنه، قناعت مردم حاصل بکنه. دیگه از لحاظ مدیریتی چقدر قناعت طرف مقابل راضی میسازه و قانع میسازه، اینال این خودش یک بحث دیگه است. در عین مسئله باز مسئله زورگویی و مسئله تهدید و مسئله صلاح و زر و زور این گپای دیگه است که میتونه باز وقت هم حکومت ولایت ملی به چالش بکشه، هم سکتور امنیتی مرا که کسی تهدید را بسنه بکنه، کسی تعدید فرمسال یک کار و دیگه کار را بکنه. او وقت است که باز متاسفانه که ما نتایجش واقع بشه به خیر کشور نمی‌بینیم. چرا حکومت خود می‌خواهد به یک نحو انتخابات را به چالش بکشانه با توجه به حرف‌های شما؟ چون ما از بطن و از نیت حکومت ولایت ملی خبر نداریم که واقعاً وا چی می‌خوان، اما قدم‌هایی که یا پیش می‌گرفتن ما گفتم که حتی ما یعنی شک داریم فعلا که انتخابات رئیس جمهوری به وقتش برگزار شود. ممکن انتخابات رئیس جمهوری هم در سال 2019 برگزار نشود، بره به یک تاخیر. فرهنگی که امروز حاکم شد، اگر شما انتخابات پارلمانی رو به وقتش انجام نتونستین، این میشه به یک مراوده تبدیل میشه، به یک فرهنگ تبدیل میشه و این میتونه که سر سامانه خود از سر انتخابات رئیس جمهوری بشه بسیار سادگی تاثیرگذاری خود داشته باشه. او وقت برای مسئولین با بسیار ساده است بگن که خب در اون زمان فرصت مساعد نبود، تهدید امنیتی بود، بودجه نداشتیم، این انتخابات پارلمانی با وقتش نشد، پارلمان ما ایواز 5 ساله اینه 10 ساله شد، اینا رو برای ریاست جمهوری هم زمینه مساعد نشد، یک حالت اصراری اعلان شد، یک 2 سال 3 سال به قسمی بخرن، باز دیگه شاید یک حکومت 8 ساله و 9 ساله برای فعلا برای دوره فعلی باشه. تشکر. آقای صدیقی، حالا با توجه به گزارش‌ها در حدود 45% خاک افغانستان در کنترل حکومت نیست. اگر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت هم بخواهد که انتخابات را برگزار بکنه، با توجه به این وضعیت ممکن است که انتخابات شود در افغانستان؟ ما باز هم برتون میگم، ما قبلا هم گفتم که در قدم اول در انتخابات صلح بر مردم، امنیت مهمترین چیز است. تا زمانی که یک کس امنیت نبینه و یک شهروند و جان خود در خطر احساس خطر نکنه، در وقت میره بس پای صندوق های رای رای میده. در غیر از او اگر ما بخواییم که انتخابات به این حالتی که هستیم انتخابات برگزار شود، در این حالت انتخابات هم برگزار نمیشه، مردم هم آماده نیست بر انتخابات، مردم از یک طرف مطمئن نیست که امنیت است و حداقل خود معصوم و در امنیت احساس فکر کنه که من در امنیت هستم و در پلوی از او اعتماد برای کمیسیون ها داشته باشه. نه خیر، ما فکر میکنم که انتخابات زمانی صورت میگیره که امنیت در هر ولسوالی امنیت تامین شود، بعد از امنیت بودجه انتخابات پیدا شود. انتخابات بسیار ساده است. اگر انتخابات نشه، قانون صراحت داره که تا زمانی که وکیلای نو نامده، وکیلای سابقه میتونن به کارشان ادامه بدن. یک دومی که بر 5 سال بعد از 5 سال هم. تا زمانی که وکلای جدید نامده و همی وکلا میتونن ادامه بدن. اگر همی وکلا هم نباشه، همی مردم هم نباشه، این پارلمان هم خیلی چی کنه، مردم کجا بره؟ یک آلی فشار اگر بگویم یک هراس یا یک چی بگویم، یک عالی فشار بالای حکومت، همین پارلمان فعلی از به هر شکلی که هست، هر چی که مردم فکر میکنه، باز هم میریم فشار رو وارد میکنیم، بودجهشان رو مصرف نمیکنن، کار مردم رو به یک شکلی نه به یک شکل انجام میدیم. اگر این پارلمان هم نباشه، این حکومت هم به مو رقم خود روان باشه، من فکر میکنم که ناامنی دوچند میشه و فساد داری دوچند میشه، مردم بیداد دیگه، مردم امراض فساد داری میگیره. بنان همین پارلمانی که فعلا است، تا زمانی که انتخابات شود ما نمیخوایم غیر قانونی باشن. انتخابات اگر صورت بگیره، حکومت امنیت بیاره و بودجهش پیدا بکنه بدون جنجال، ما آماده هستیم که انتخابات. سپاسگزارم. ادامه بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای رشیدالا، کمیسیون مستقل انتخابات هم در این اواخر تاکید داره به الکترونیکی سازی روند انتخابات. در شرایط کنونی ممکن است که این روند تطبیق شود؟ خب الکترون ساختن یا
آراسته ساختن انتخابات با تکنولوژی میتونه که یک فرصت خوب باشه، میتونه که در بعضی قدمه ها که مثل مستقل انتخابات کمک بکنه تا کار خود به درستی انجام بدن. اما این هم ایجاب میکنه که ما در سه سکتور حداقل بسیار محتاطانه پیش بریم. سکتور سیاسی است که ما چگونه میتونیم که اعتماد رهبرای سیاسی را چی در داخل حکومت چی در بیرون از حکومت هستن او را جلب بکنن تا واقعا اطمینان حاصل بکنن که فردا روز از این با تشویش نگاری ندارن که خدا نخواسته این تکنولوژی در کسی توسط کسی مدیریت میشه. بدون اعتماد زیاد در قدم اول شرط است. دوم سکتور اجتماعی است که ما آگاهی مردم را برش بالا بریم. ما باید تنها به شهرها فکر نکنیم که وابگن که بعد سمارت فون و موبایل ها آشنا هستن و تذکیر نمیفهمن و بالاخره این برنامه برشان آسان است. حالا که ما باید به قریه ها و به قصبات افغانستان فکر بکنیم که مردم بی سواد هستن، مردم آگاهی ندارن. اینا رو برای زیاد باید آگاهی کامل داده شود. مسئله سوم خود ظرفیت است که در کمیسیون ها باید شکل بگیره، ایجاد شود تا بتونن که اونها تکنولوژی رو مدیریت بکنن. تکنولوژی از خود مدیریت کار داره، ظرفیت کار داره. بنان ما ظرفیت که تابال در کشور داریم و بر اساس سیستم منوال آماده شده و تابال آموزش ها و ترنگار دیدن. حال ما میریم به یک بارگی اگر ما سیستم تعویض میکنیم با سیستم تکنولوژی، طبیعتا که ما باید در این قدمه محتاطانه باید تمام انکشافات متوازن بسازیم، سرش فکر بکنیم که خدا نخواسته اگر اعتماد سیاسی نباشه فردا ولو که شما انتخابات خوب داشته باشین باز به بحران میکشن، نتیجه را قبول نمیکنن، اتهام وارد میکنن که مدیریت شده است، باز سر کی قبول میکنن. پس در شرایط کنونی ممکن نیست که این روند تطبیق شود؟ ممکن است اما با احتیاط. اما فرصت گیر هم هست. حالا ما دو سال است که پارلمان به شکل غیر قانونی به کار شده ممیته و انتخابات ریاست جمهوری را هم شما هشدار دادین که ممکن نیست در وقت زمانش به این گونه برگزار شود. دقیقاً که ناله اگر شما تکنولوژی را وارد میکنین اول پروسه تدارکات ازی وقت گیر است، دوم انکشاف حقوقی مثلا شما طرز عمل، شما دستور عمل، شما وارد تفتیش برای انکشاف میتونی، بحث دیگه است. آوردن تکنولوژی و بالاخره آماده ساختن ظرفیت در داخل کمیسیون، شما کارمندان رو باید استخدام بکنین، برای آموزش بتین و را تربیه بکنین. باز ماشینری از خود ترمیم کار داره. اگر یک ماشین یک جای خراب میشه این به ترمیم نیاز داره. اینا تا چی وقت بخش انجینری آماده ازی است که بالاخره برای زو پاسخ بده. ما یعنی ساحات مختلف داریم که سرش کار بکنیم. اینا در چهار سکتور که میاد باشن اگر ما دقیقا سرش برنامه سنجی بکنیم این کمتر از 8 ماه و 9 ماه وقت در بر نمیگیره. بدون با 8 ماه 9 ماه که ما این آمادگی داشته باشیم ما در زمستان داخل هستیم. بعد از زمستان شما تقریبا انتخاباتی اعلام میکنین، این باید 8 6 ماه پیش باشه. شما میرید تا تابستان سال آینده، تا تابستان سال آینده که شما انتخابات برگزار کنین تا که نتیجه اعلام بشه مردم قبول میکنن و بالاخره میشه خزان. در خزان باز شما در بهار سال بعدش انتخابات جمهوری داره. پس چه قسمی که میسون باز دوباره تعویض میکنه مدیریت خود به مدیریت انتخابات جمهوری، تمام امو آمادگی را تنظیم میکنه، بودجه تدارک میکنه. بدون این فرسایشی کار ساده نیست و صرفا به زبان بسیار ساده است که ما بگیم که تشکر. اعلام تقویم انتخاباتی شد، اما بیان که قدم های عملیش هم باید محاسبه بکنه. تشکر آقای صدیقی. میخوایم خیلی کوتاه پاسخ بدین، حالا جامعه جهانی هم نقش عمده ای را داره در برگزاری انتخابات ها در افغانستان، چرا به یک نحوه در دو نیم سال گذشته خاموشی را اختیار کرده؟ جامعه جهانی ما هر کس برای اهداف خود کار میکنه در هر جایی که هست. بر جامعه جهانی هم در اینجا حکومت وحدت ملی را شما دیدین که انتخابات هیچ رولی نداشت، حکومت وحدت ملی را به اساس یک توافقنامه سیاسی به میان آوردن. اینا فکر میکنم که تا انتخابات بعدی را تا زمانی که در افغانستان صلح حاکم نشه و اینا مطمئن نشن، تا انتخابات ریاست جمهوری را انتخابات پارلمان را معطل میسازن. این هر دو را با هم یک جا انتخابات صورت میده. تشکر سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما. همچنان در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. خدا نگهدار.